دفاع دیپلم معماری فوق لیسانس، عطاالله امیدوار، سوژه نمایشگاه تظاهرات فردی، استاد راهنما پروفسور محسن حشرودی. من صحبتی که میکنم راجع به هنره، این هنری که ما هی مرتب ازش حرف میزنیم یا دانشکده تشکیل میدیم یا نمایشگاه میذاریم، موزه میذاریم، پوز میدیم باش، تمام دوربینامون، تلویزیونامون، اخبارون، تمام این راجع به این صحبت میکنه، نشون میده. تمام پوزای مملکتی که میدیم، پوزای فردی که میدیم، این واقعا چیه؟ یعنی من به عنوان یه دانشجوی هنرهای زیبای دانشکده معماری که هستم و به حساب اینکه معماری رو به عنوان یک هنر به خورد من دادن، من حالا یه سری صحبت دارم که نتیجه 6 سال 7 سال که تو دانشکده بودم، با تمام کار کردم، با همه روبرو بودم و رابطه های با آدم ها برقرار کردم توضیح میدم. هنر به نظر من نتیجه انفجار روحی آدم هاست. من فکر میکنم تنها چیزی که تو زندگی هست و انسان ها میتونن با هم رابطه برقرار کنن فقط هنره. ببینید، یک آدم هنرمند کسیه که داره کار هنریش ارائه میده، یعنی در یه لحظه دیگه خودش نیست، دیگه اصلا مست، بیخبره، من نمیدونم چیه، اصلا یه چیز دیگه است. و کار هنری که از رو حساب باشه، از رو کتاب باشه، از رو قوانین آکادمی باشه، اینا به نظر من هنر نیست و یک صنعته که دارن. اینجا اشاره میکنم یه دانشکده هنری اصلا معنی نداره. مگه دانشکده چیه که آدم هنرمند بار بیاره؟ من هنر تنها چیزی میدونم که رابطه انسانها باش برقرار میکنن، چه آدم تحصیل کرده، چه آدم عمله، چه آدم بیابونی، چه هر کسی، هر کسی. من هنر، عشق و هنر میدونم، عشقی که آدم ها ممکن به هم دارن که الان متاسفانه کمتر پیدا میشه. من مذهب، دین، من اینو هنر میدونم، نه دینی که الان رایج شده و همه دارن ازش دم میزنن یا همه دارن استفاده خودشونو میکنن و اینا. من هنر میگم یه هنرمند ممکنه داره میره، در یک لحظاتی هست که طرف از خود بی خود میشه، یه نگاهیه، یه دادیه، یه جیغیه، یه خنده بی خودیه، یه حرکت زشته، یک حرکت خوبه، یه چیزی هست که آدمایی که اطرافشان در یک آن اونام از حالی که هستن خارج میشن، یه دفعه یه رابطه با هم برقرار میکنن و با هم یه دفعه یکی میشن. من آدمایی که میبینم نقاشی میکنن، مجسمه سازی میکنن، ساختمون میسازن، در یه حد، خیلی هاشونه، در یه حد کار تکنیکی، کار علمی قبول دارم، ولی در حد کار هنری میگم تعدادشون، من فرض کنیم میکلانژ، من هنرمند میدونم، واقعا میکلانژ آدمی که حرفشو با نقاشی و مجسم سازی میزنه، ولی خیلی کسای دیگه رو، اونا رو هنرشون هنر نقاشی نمیدونم. شاید مثلا من ببینم که داره میخنده، هنرش در خندنش بده، یا ببینم که داره جون میده که کارش توضیح بده، من هنرش در اون جون دادنش ببینم. یعنی اونه که رابطه با من برقرار میکنه، نه اینکه کاری که گذاشته یا مجسمه ای که ساخته یا تئاتری که گذاشته. مسئله تئاتر، تئاتر این همه صحبت میکنن، این همه گورتوفسکی میاد اینجا تلویزیون راجبش تبلیغ میکنه، پوز میگه چیه، 25 نفر آدم این میذارن، یک فضا ایجاد میکنه، تازه فضایی که چیه، به یک آدم زنده دستور میده، یک آدم زنده رو از آزادیشو میگیره، یه سری بخوردش میده که واسه این پوز بده من این کار کردم. من بهترین تئاتر زنده رو میتونم توی خود مردم، توی هر نقطه‌ای که بوده توی اسلایدام نشون میدم، میتونم نشون میدم که خود آدم ها دارن و انسان ها میتونن رابطه برقرار کنن باش. این چیه که همه غافلن از این؟ واقعا این چه رابطه‌ایه که بین آدم ها از هم گسیخته شده؟
تنها رابطه ای که بین مردم و تمام حکمفرما است رابطه مادی، اقتصادی، سودجویی، نفعجویی. که چی؟ من یه آدم بیچاره رو خیلی راحت میبینم 50 سال عمر میکنه، یه آدم خیلی عیونم میبینم باز 50 سال عمر میکنه، ولی دوتاشو میبینم دارن مینالن. این نالیدن برای چیه؟ برای اینکه همدردی ندارن، واقعا کسی ندارن که دردشو بگه. مثلا نمایشگاهایی که موزه‌هایی که کارهای هنری رو میان میذارن توش، فکر میکنی چیه؟ من چند تا اسلاید دارم نشون میدم از بهترین موزه‌های اروپا و بهترین آرتیست‌های اروپا. غیر اینه من بیام اسلاید بگیرم و نشون بدم. اصلا چرا کار هنری باید تو نمایشگاه باشه؟ چرا ما باید یه عالمه خرج کنیم یه موزه بسازیم که بگیم موزه هنری؟ چرا اصلا من این تابلو رو نباید بکشم و در یه حد یه رفعه پاره بشه تموم شه؟ حالا یه خورده اسلاید نشون میدم اگر که حرف آمد حرف میزنم. آقا چرا با خاموش کنیم؟ آقا چرا خاموش نمی کنیم؟ پشکی برد مانی؟ طبیعت و انسان ها من نمیدونم در یه لحظاتی شده که شما از طبیعت اونقدر لذت ببرین که از خود بی خود بشین. من توی همین طبیعت از ترس میلرزیدم، یه شب صدای موج و اینا رو میشنم، ولی اونجا بودم و نمیخواستم برم و احتیاج داشتم که یکی پلوم باشه تا من بتونم از این طبیعت اون استفاده رو بکنم. اینا بچه هایی که کاملا آزادن، یعنی در این لحظه